میخواییم آهنگ یعنی کو از سینا سایی رو بشنویم، ولی قبلش مصاحبه ای هم که گذاشتی توی این سایدامش رو میخواییم با هم دیگه بشنویم. سلام به همین موزیک بازه خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال میسر چک. توی این ویدیو گفتم که میخواییم یه مصاحبه هم بشنویم که خیلی جالبه که سینا سایی توی کپشن ویدیوش نوشته که مصاحبه من با برنامه محبوب محصل. بیشتر از این توضیح نمیدم، میریم که با هم دیگه ببینیم اول توضیحات ترک رو بشنویم، مثل آهنگ عوض شده یا جنست نیست که توی یوتیوبش توضیحاتش رو گذاشت، اینجا حالا توی اینستاگرامش توضیحاتش گذاشته در قالب حالا یه مصاحبه. نمیدونم چه جوریه، بریم اول اونو با هم دیگه بشنویم، بعدش میریم موزیکو با یه دید بازتری میشنویم ببینیم که چه جوریه، چی خونده، چی قراره بشنویم. این آهنگ چیزی که من شنیدم برای چند سال قبل بوده ولی پخش نشده به طور رسمی و الان امروز یعنی پخش شد از اسپاتیفای سینا سایی عزیز. بریم بشنویم. فقط قبلش اگر دوست داشتین خوشحال میشم که سابسکرایب رو بزنین اگه نزدین، یا اگر دوست داشتین لایک کنین ویدیو رو، اگه دوست داشتین حرفی برای گفتن داشتین کامنت هم بذارین، خیلی چکریم. بریم ببینیم که چه خبره، چی گفته سینا سایی عزیز. در رابطه با برای آهنگ یعنی کو، داستانش از این قراره که یه روز یکی از دوستای من، آشنایان من، اومد به من گفتش که من یه داستان عشقی تلخی رو تجربه کردم و دلم میخواد که یه آهنگی درست بکنم و برای کسی که دوستش دارم و این تجربه رو باش دارم بفرستم، شاید یه شانس مجددی داشته باشه. و این داستانم ازم خواستش که به داستانش کامل گوش بدم و بعد براش یه آهنگی به نسبت داستانش بسازم. یه چیزی حس میکنم تو مایه های آهنگ تا همیشه باشه، اینجوری که دارید صحبت میکنی راجبش. منم مثل یه مشاور ته دو سه جلسه یکی دو ساعته پای حرفاش نشستم و ازش سوال کردم و کنکاش کردم و اینکه احساساتش رو کامل فهمیدم، بعد گفتم خب من برات یه آهنگی درست میکنم که شد آهنگ یعنی کو. و من آهنگ یعنی کو رو ماکت گرفتم و فرستادم براش که تمرین کنه و بخونه و بعد که فاینال تنظیمش به کامل تر بشه و وکال بهتر گرفته بشه بفرسته برای معشوقش. ولی متاسفانه آهنگ 4 سال پیش پخش شد و بقیه شنیدن با صدای من و من تو این 4 سال هی فکر میکردم که شاید خودش بخونه، ولی دیگه به اندازه کافی تو تلگرام پخش شد که من مجبور شدم همون ورژن آهنگو فقط یه خورده کیفیت میکس و مسترینگشو انجام بدم. اون موقع تنظیمشو خشایار زده بود، یعنی تنظیم ابتداییشو، و میکس مسترش هم الان با همون ورژنی که بود شروین لطفیت انجام داد و من این آهنگو الان رو پلتفرم‌های خودم گذاشتم و میتونید از طریق اسپاتیفای و یوتیوب و اپل میوزیک و اینا بشنوید. ارادت. خب بریم سراغ آهنگ. ولی سینا جان من توی یوتیوبت هم، توی یوتیوبت نذاشتی اینو، حالا نمیدونم قضیه چیه ولی توی یوتیوبت من نگاه میکنم نیستش. خب بریم سراغ آهنگ، آهنگو بشنویم. 2:59 است، یعنی کو از سینا سایی که 4 سال قبل قرار بوده به کسی واگذار بکنه. من اشتباه فهمیده بودم، یعنی اشتباه فکر میکردم که مال خودشه، قرار بوده به کسی واگذار بکنه اما خب اون طرف نخونده و ماکتش با صدای سایی پخش شده، الان با کیفیت اصلی میخواد پخشش کنه، یعنی پخشش کرده. بریم که بشنویم با هم دیگه. 1 2 3 هر روز از اول تا آخرش شد دیدم حسابی، هنوز جلو چشام تصویر پیرهن آبی، این روزا فکر نمی کنم اصلا به جز تو به هیچکی، ها
حواست نیست یه خودش پیش میاد رفته توی قلبم وقتی انقدر خوبه با من پیش میاد تکسا میشن عشقم دوست دارم انقدر حال میکنم با کارات و با قیافت من که دروغا کم شدن و بازی ها رفتن نمیخواستم دورشی باید بودی فقط هی کنارم اشتباه بودم و یادته که زدم قید کارم غلط انصافن از ته دل واقعا لعنت به احساسم هنوز میخوام با این مسخره بسازم منم مثل تو زندگیم پر غصه درست اما با هم احتیاجی نبود نسخه و قرص احتیاج نبود این حرفا رو با این با هم احتیاج نبود به نسخه و قرص یاده یکی از آهنگای تتلو افتادم که نمیدونم کدوم آهنگش دقیقا ولی یه جایش میگه بهترین دارو برای یه آدم دیگه است خیلی قشنگ میگه و اینجام یه مصداقی میشه براش اوورد ما با هم احتیاجی نبود نسخه و قرص احتیاج نبود این حرفا رو با این آهنگ بخونی فقط کافی بود که با هم بمونی حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند تا یه وقت نشی دور که شدی یعنی کو اونم احساس یعنی کو اونم احساس یعنی کو یه حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند تا یه وقت نشی دور که شدی یعنی کو اونم احساس یعنی کو اونم احساس یعنی کو گفتش وکالش رو دوباره نگرفته با همون کیفیت ماکت الان فقط میکس مسترش و شروین رادفر زحمت کشیده که دوباره انجام داده درسته چیزی بود که من متوجه شدم و یکم تغییر صدا هم متوجه میشیم یا حداقل تغییر سبک خوندن یکمی ببین اولین نفر بودی به همه نشونت دادم فکر کردی به این فکر کردی چرا بی تو زندگی مختلف و سیاه چرا به مادرت گفتم دخترتو میخوام فکر کردی به قدم زدن نامون تو ولی عصر فکر کردی چرا میگم روحمی پس خیلی جا با هم بودیم الان فقط شکنجه است فکر کردی که اینجوری بعدادت شم یه درصد فکر کردی به تولدت به کیک با دستبند چرا رفتم دوست قدیمی تو پیدا کردم فکر کردی علاقم بیشتره از یه بچه عادت فکر کردی یعنی چی اگه دلم تنگ شه واسه هست من چه سادم آوردم به سر کارم که کنار دستت باشم فکر کردی بچه حالم فکر کردی من چی میشم بشی نقطه کور حداقل پیش خودت یکیشو بگو یه حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند تا یه وقت نشی دور که شدی یعنی کو اونم احساس یعنی کو اونم احساس یعنی کو یه حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند تا یه وقت نشی دور که شدی یعنی کو اون همه احساس یعنی کو اون همه احساس یعنی کو یه جورایی میشه گفتش میشه به عنوان یه کار دلی اینو گوش کرد و قبولش کرد از سینا سایی که خب ما همیشه به خاطر تکنیکی بودنش شنیدیم و شناختیمش ولی خب اینم یه چی میگن وجه متفاوتش از یه زاویه متفاوت الان داریم سیناسایی رو گوش میدیم حالا واسه چند سال قبل این جدا ولی جالب بود واقعا به عنوان یه دلی من میتونم قبولش بکنم به عنوان آهنگ رسمی نه دوست ندارم اون سایی که تو ذهنم هستش این آهنگای مثلا 4-5 آهنگ اخیرش رو خونده اصلا واقعا قابل قیاس نیست با اینکه بازم این آهنگ خوبی بود ولی این کجا و اون کجا حالا بازم نمیدونم شما مگه دوست داشتین نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین و همین قشنگ بود هم داستانی که توی مصاحبهش تعریف کرد قشنگ بود هم خود حرفایی که دلی توی آهنگ زده بود قشنگ بود یعنی قشنگ چی میگن میذاشتی روی کوه آب میشد حالا اون بنده خدایی که میخواسته بفرسته واسه یه معشوقش حالا نمیدونم فرستاده یا نفرستاده ولی ظاهرا نفرستاده بعد از این همه مدت که این الان آهنگ شده ولی کاش میخوند و میفرستاد شاید یه فرجی میشد و
همین، خیلی چاکریم، دوستتون دارم واقعا 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 از ته دلم و عرضی نیست. دوست داشتید ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید. خیلی چاکریم، مراقب خودتون باشین. قربان شما، مستر چک. به مرتزل تو بگو بد خدا شده باشی، به مرتزل با دنونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم تو داشی نهی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل